با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما همراهان همیشگی و خوب آکادمی لرنفای. خب توی دوره لاراول که برای شما تهیه کردیم موارد زیادی رو ما تهیه دیدیم که اینجا میخوام لیست مواردی رو که توی این دوره برای شما ارائه شده تک به تک به صورت مختصر توضیح بدم. خب بنده صیاد اعظمی هستم و این دوره رو به صورت ویدئویی از آکادمی لرنفایل براتون تهیه کردم. توی این دوره موارد زیادی رو راجع به فریمورک لاراول میخوام یاد بگیریم. قبل از هر چیزی من به شما تاکید میکنم که دوره ما با لاراول نسخه 5.2 هست و حتما اگر شما خواستید این دوره رو دریافت و لاراول رو استفاده بکنید، اگر قبلا روی سیستم خودتون لاراول رو باهاش کار کردی و نسخه قدیمی است، سعی کنید اون رو آپدیت بکنید و با مواردی که توی دوره برای شما آموزش داده میشه به صورت قدم به قدم پیش برید. خب یاد میگیریم که فریمورک لاراول اصلا چیه، چجوری باهاش کار بکنیم، چرخه کار توش چجوری هستش، سیستم روتینگ قدرتمندی داره لاراول که ما اون رو کامل بدون عیب و نقص براتون توضیح دادیم، نحوه کار کردن و ایجاد کنترلرها رو براتون توضیح دادیم، موتور قالب خیلی پیشرفته و خیلی حرفه‌ای و ساده بلید رو براتون، نکاتی که لازم بوده رو توی این دوره فراهم کردیم، راجع به احراز هویت کاربران، نحوه لاگین کردن، نحوه لاگ اوت کردن، صفحاتی که کاربر بهشون دسترسی داشته باشه و حتی یادآوری پسورد و ریست کردن اون مطالبی رو ارائه دادیم. تحفه دسترسی کاربر به صفحات مختلف بعد از لاگین کردن، قبل از لاگین کردن رو تک به تک برای شما ارائه دادیم. با استفاده از ORM Eloquent براتون مدل های مختلفی رو تهیه می‌کنیم توی دوره و هر کدوم مزایا و قابلیت هاشون رو به صورت کلیدی براتون بیان می‌کنیم. اعتبار سنجی داده ها رو داشتیم، اینکه ما چجوری بتونیم داده هایی که از طرف کاربر میاد به صورت معتبر توی دیتابیس یا توی هر قسمت از پروژه‌مون ذخیره و استفاده بکنیم. کار با دیتابیس ها رو گفتیم، اینکه لاراول چه دیتابیس هایی رو پشتیبانی میکنه و چجوری میشه باهاشون کار کرد، کانفیگ ها رو چجوری ست بکنیم. لاراول یک سیستم کشینگ قدرتمند داخل خودش داره که خیلی به ما کمک میکنه که صفحاتمون سرعت لودشون بالا بره. ما این رو براتون توضیح دادیم. مایگریشن های لاراول قدرت دسترسی به دیتابیس و نسخه بندی دیتابیس رو برای ما ارائه میکنه که ما نکات کلیدی که توی مایگریشن ها باید ارائه میشد رو توی این دوره براتون فراهم کردیم. نحوه کار با خط فرمان PHP آرتیسان رو براتون توضیح دادیم. آرتیسان یک خط فرمانی که توسط خود PHP داره کنترل میشه. پس این دستور رو توی خط فرمان میتونیم توسط خود PHP اجرا بکنیم و پارامترهایی رو به اون ارسال بکنیم. میایم بیا که قالب سایت رو به صورت HTML چه دریافت بکنید و چه خودتون بسازید توی پروژه‌مون بارگذاری میکنیم و خب قسمت های مختلف اون رو پیاده سازی میکنیم. این رو به عنوان قالب مستر قرار دادیم و بقیه پیج ها رو از روی اون لود کردیم. میدل ویر ها رو توضیح دادیم، این که چجوری من بتونم سیستم های روتینگ خودم رو بیام و فیلتر بکنم و از یک سری فیلتر رد بکنم. فصولی که توی این دوره براتون ارائه کردیم فکر کنم کامل باشه و شما بتونید مطالب مورد نیازتون رو توی این دوره به صورت کامل یاد بگیرید. توی فصل اول ما میایم نحوه کار کردن با لاراول رو میگیم، این که اصلا چرا باید لاراول رو استفاده بکنم و داکیومنتیشن مربوط به لاراول رو بهتون معرفی میکنم که توی این بخش من اون رو براتون باز کردم. کلیه مراحلی که ما توی پروژه کار میکنیم دقیقاً از روی داکیومنت و هیچ کم و کاستی نسبت به داکیومنت نداره. وضعیت های لاراول رو براتون تک به تک اومدیم و نشون دادیم، این که چرا باید واقعا از لاراول استفاده کرد و نه فریمورک دیگه ای. خب باز هم این بستگی به خودتون داره که واقعا از لاراول استفاده بکنید یا نه فریمورک های PHP و
سایر زبانهایی که ارائه شدن. توی فصل دوم ما میایم لاراول رو نصب میکنیم. کنار لاراول ما نیاز هست قبل از هر چیزی کامپوزر رو نصب بکنیم، چون لاراول از کامپوزر برای دانلود کردن و استفاده از کتابخونه‌های خودش استفاده میکنه. و خط فرمان گیت بش رو نصب کردیم که دیگه از خط فرمان کامند پرامپت خود ویندوز استفاده نکنیم، چون قابلیت‌های بیشتری داره برامون گیت بش. بعد از اینکه این مراحل رو رفتیم، از طریق کامپوزر لاراول رو نصب می‌کنیم و پروژه‌مون رو ایجاد می‌کنیم. توی این دوره من برای شما نحوه پار کردن دامنه رو گفتم. اینکه چجوری من بیام یک دامنه رو برای پروژه‌م ست بکنم، چه تو سیستم لوکالم و چه توی یک وی ام. شما می‌خواید یک دامنه رو مثلا x.org میخواید وقتی این آدرس رو میزنید توی سیستمتون پروژتون بالا بیاد. این رو قدم به قدم براتون توضیح دادم و مراحلش رو گفتم. ساختار پایه فریمورکمون رو اینجا براتون ارائه دادیم. من سعی کردم کل این دایرکتوری ها و فایل ها رو تک به تک براتون توضیح بدم و حتی کانفیگ هایی که توی پروژه ست میشه تک به تک اینها رو براتون توی این دوره ارائه کردم. توی فصل سوم راجع به روتینگ و نحوه آدرس‌دهی صفحه‌مون، نحوه ارسال پارامترها، نحوه ارسال کلوجرها و یا کنترلرها، ریدایرکت کردن صفحات و بقیه مواردی که برای سیستم روتینگ نیاز هست که شما بدونید، تک به تک اینها رو توضیح دادم. توی فصل چهارم کار با کنترلرها رو یاد میگیریم. این که چجوری یک کنترل ایجاد بکنم، چجوری روت هام رو به اون منتقل بکنم و حتی توی کنترلر هام چجوری بتونم ویو ها و مدل هام رو استفاده بکنم و خیلی از موارد دیگه. فصل پنجم راجع به میدل ویر ها و فیلتر هایی است که روی سیستم روتینگ من باید لحاظ بشه. مواردی رو که توی این دوره براتون راجع به میدل ویر ها گفتیم کامل هست و انشاءالله که توی دوره بتونید تک به تک اینها رو کار بکنید و یاد بگیرید. فصل ششم راجع به مدیریت درخواست هامون هستش. اینکه کاربر یک درخواست رو به من ارسال میکنه و من چجوری اون رو پارس بکنم و به ازای اون مقادیری که کاربر میخواد رو توی فریمورک لاراول برگردونم. توی لاراول برای احراز هویت یک سیستم به صورت بیلتین برای ما به صورت دیفالت پیاده سازی شده که نحوه کار با اون و کار با صفحات مختلفش رو بهتون تک به تک توضیح دادم. برای اینکه کاربر وارد سیستم میشه، صفحات مختلفی رو من بتونم با شرایط مختلف در اختیار کاربر بذارم، باز هم لاراول یک سیستم مدیریت دسترسی یا authorization برای من ارائه کرده که من اون رو هم براتون توضیح دادم. فصل 11 همه ما راجع به اعتبار سنجی داده ها هستش. داده هایی که از طرف کاربر وارد میشن، خب ما نمیتونیم به صورت خام اینها رو توی دیتابیس درج بکنیم یا حالا هر کار دیگه که میخوایم انجام بدیم. یک سیستم ولیدیشن خیلی قدرتمند توی لاراول پیاده سازی شده و خیلی از رول ها و قوانین اعتبار سنجی به صورت دیفالت توی اون فراهم شده. کنار این من اومدم نحوه کار کردن با زبان‌های مختلف مثل زبان فارسی، انگلیسی و غیره رو توی پروژه‌تون ارائه دادم. تو فصل 12 کار با دیتابیس ها رو داریم. توی لاراول چندین دیتابیس به صورت پیش‌فرض میشه استفاده بشه. یکی از اونها MySQL هست که ما با MySQL کار کردیم توی این دوره. و اینکه چجوری من بتونم با استفاده از دستورات خام یا کوری بیلدر و یا الکوئنت با دیتابیسم ارتباط برقرار کنم. فصل 13 راجع به مایگریشن ها هست. برای اینکه من با دیتابیس بتونم ارتباط داشته باشم، من از نسخه بندی دیتابیس میخوام استفاده بکنم و این نسخه بندی رو در اختیار بقیه همکارم هم قرار بدم. برای این لاراول اومده یک سیستم مایگریشن رو که خیلی قدرتمند است در اختیار من گذاشته که نکاتی که راجع به مایگریشن ها هست به نظرم به صورت کامل توی این دوره براتون توضیح دادم. فصل 14 هم راجع به دیتابیس سیدینگ هست. فرض کنید شما میخواید داخل دیتابیستون یک سری مقادیر رو به صورت دیفالت وقتی پروژه بالا میاد بارگذاری بکنید و حتی اگر پروژه رو دارید به دوستتون میدید یا به یک شرکت یا یه جایی بارگذار میکنید، یک سری مقادیر به صورت دیفالت توی دیتابیس براش بارگذاری بکنید. خب چیکار بکنید؟ آیا
این مقادیر رو بعد از نصب دیتابیس، بعد از پیاده سازی دیتابیس، بیاد تک به تک خودتون دستی بنویسید، یک فایل اسکیول ایجاد بکنید. خیر، توی لاراول یک سیستم سیدینگ موجود است که من با استفاده از اون میتونم این کار رو انجام بدم. Eloquent ORM رو تو فصل 15 هم توضیح دادیم که فصل 15 هم میاد راجب به Eloquent و نحوه استفاده اون، نحوه پیاده سازی مدل ها و چجوری که با دیتابیس بتونیم ارتباط برقرار بکنیم و دیتامون رو برگردونیم، خیلی موارد مختلفی رو توی این دوره بهتون ارائه دادیم. یکی از قدرت هایی که توی لاراول ما داریم نحوه ارتباط های یک به یک، ارتباط های یک به چند و چند به چند هست که توی این دوره برای شما توضیح دادم. فصل 16 هم راجب به سرویس پرووایدر HTML مون هست. ببینید، من بعد از اینکه میخوام توی پروژه‌ام لاراول، توی پروژه لاراولم توی حالت بلید از فرم ها استفاده بکنم، تو خیلی از موارد نیاز میشه که من فرمم رو هر بار بیام بارگذاری بکنم، توی فرمم دیتا بریزم، فرمم رو ارسال بکنم به صفحه بعد. خیلی سخت است که من بیام کدهای HTML رو هر بار بنویسم، چرا که قدرتی که لاراول به من میده اینه که بعد از اینکه من یک دیتا رو پاس میدم به یک صفحه، اگر اون دیتا ولید نبود، لاراول خودش این صفحه رو برای من برمیگردونه. خب شما در نظر بگیرید بعد از اینکه به این صفحه برمیگردم، میخوام مقادیری که ارسال شده به صفحه من اونها رو باز هم داشته باشم. لاراول این رو در اختیار من میذاره و من برای بارگذاری اون دیتا کافی از این فرساید و یا این پرووایدر HTML فرم فرساید استفاده بکنم و خیلی از کارها رو برای من ساده میکنه. مثلا من میتونم به راحتی هرچه تمامتر توش یه تکست باکس رو به صورت دستور بلید ایجاد بکنم. توی فصل 17 راجع به میوتیتورها گفتیم، اینکه گترها و سترهایی که توی مدل من میخوام پیاده سازی بکنم. فرض کنید من میخوام برای مدلم یک گتر پیاده سازی بکنم که مثلا تاریخ رو هر وقت از دیتابیس میخونم اون رو به صورت شمسی بخونم، یا حتی من شاید بخوام فرمت یک دیتایی رو تغییر بدم و از کست کردن میوتیتورها استفاده میکنم و خیلی از موارد دیگه. فصل 18 هم راجب به رود کنترلر میگیم. ما راجب به رود هامون یک سری توضیحات رو تو همون اول پروژه ارائه میدیم، اما توی بعضی از موارد شما ممکنه مثل بقیه فریمورک ها نیاز باشه که چیکار بکنید؟ اصلا سیستم روتینگ رو نادیده بگیرید و کل کارهایی که قرار است پیاده سازی بشه اونها رو منتقل بکنید داخل خود کنترلرتون. خب این قدرت رو لاراول در اختیار ما گذاشته، یعنی دستمون رو باز گذاشته، که من این رو تو فصل 18 هم براتون توضیح دادم. فصل 19 هم راجع به الکسایر هستش. ببینید، من توی پروژه ممکنه خیلی از فایل های CSS، جاوا اسکریپت و یا اصلا فایل های لس و سس و کافی اسکریپت و بقیه موارد رو استفاده بکنم. این که هر بار من بیام اینها رو کامپایل بکنم، فایل ها رو بچسبونم به هم و نهایتا یک فایل مثلا مینیفای شده رو تو پروژه بارگذاری بکنم و اون رو توی نسخه اصلی سایتم بالا بیارم، این کارها و این موارد خیلی برای من به صورت تکراری هستش و حوصله‌ام رو سر میبره و قدرت برنامه‌نویسیم رو پایین میاره، چرا که سرعتم رو خیلی خیلی کاهش میده. خب این کارها رو من میتونم با استفاده از الکسایر که خیلی قدرتمند است به صورت اتوماتیک انجام بدم. فصل 20 راجع به ویو کامپوزرها توضیحاتی رو دادم. ببینید، شما وقتی پیش میاد توی ویوهای مختلفی که به کاربر ارائه میدید میخواد یک دیتا رو همیشه به محض اینکه یک ویو بارگذاری میشه به کاربر ارائه بدید. یعنی فرض کنید من یک ویو دارم به اسم مثلا نویگیشن بار که میخوام توی اون همیشه اسم آخرین یوزرم رو بارگذاری بکنم. برای اینکه من اسم آخرین یوزرم رو داشته باشم، خب نیاز من بیام توی تک به تک روتام اون اسم یوزر رو برگردونم که توی کد بلیدم بتونم اون رو چاپش بکنم. اما با استفاده از کامپوزر ها من میتونم این دیتا رو همیشه به محض اینکه ویو میخواد بارگذاری بشه در اختیار اون ویو قرار بدم. فصل 21 راجع به پجنیشن هست. نکته ای که توی بقیه فریم ورک ها راجع به پجنیشن وجود داره اینه که خیلی دردسر سازه و خیلی ما رو اذیت میکنه برای ساخت یک پجنیشن خیلی ساده و معمولی. اما توی لاراول دو تا پجنیشن به صورت یکی ساده و یکی پیشرفته برای ما ارائه شده که اگر دوره رو ببینید و نحوه کارکردمون رو ببینید و
واقعا متوجه میشید که چقدر لاراول کار پجنیشن رو برای ما ساده کرده. نحوه هش کردن دیتا توی لاراول خیلی ساده است. یک وبسایت رو در اختیار ما گذاشته، با استفاده از دو تا دستور میک و دستور چک میاد برای ما این کار رو انجام میده. فصل 23مون راجع به لاگ گرفتن از دیتامون گفتیم که باز هم خیلی ساده و خیلی روان لاراول این رو در اختیار ما گذاشته. و نهایتاً فصل 24 راجع به کش سیستممون هست. من میخوام دیتام رو توی پروژه‌ام کش بکنم و هر بار نیام این دیتا رو از دیتابیس بگیرم. لاراول این قدرت رو به من میده که صفحاتم رو کش بکنم، دیتایی که از دیتابیس میاد رو کش بکنم و خیلی از موارد دیگه که نیاز نباشه هر بار من این دیتا رو با کلی زحمت از دیتابیس یا از یک جایی بخونم و سرعت سیستمم رو پایین بیارم. سیستم کشینگی که توی لاراول ارائه شده خیلی از متدها رو به من ارائه میده که توی این دوره توی فصل آخر برای شما ارائه دادم. با ما همراه باشید توی این دوره و انشالله امیدوارم که توی انتهای دوره هیچ مشکلی با لاراول و نحوه کار کردن اون نداریم. توی یک ویدیو آموزشی دیگه که قرار هست تهیه بشه توی همین آکادمی، ما میایم نحوه ایجاد یک پروژه از صفر تا صد رو برای شما ارائه میدیم که اگر دوست داشتید بعد از این دوره میتونید از اون دوره هم استفاده بکنید. اگر هم میبینید که شما راجع به PHP مطالبی رو نیاز هست که باز هم یاد بگیرید و بعد از اون این دوره رو دانلود بکنید، خب شما میتونید از ویدیوهای آموزشی که توی همین سایت برای شما تهیه شده، سایت LearnFight، شما میتونید اون ویدیوها رو راجع به PHP و یا راجع به فریمورک ها دانلود و اونها رو اول مشاهده بکنید، بعد از اون این دوره رو تهیه بکنید. شما رو تا تهیه دوره به خدا می‌سپارم.